سال 2014 و خلافتگری خودخوانده داعش در سرزمین‌های شام دلیل محکمی شد برای تهران تا با تمام قوای نظامی تسلیحاتی به این مناطق لشکرکشی کنه. این حضور گسترده جمهوری اسلامی که به دلیل مقابله با گسترش گروه‌های تروریستی در منطقه آغاز شد، همچنان و پس از پایان داعش و بازپسگیری کلیدی ترین شهر عراق موصل از این گروه هم ادامه داره. از انتخابات ماه می عراق نزدیک به 7 ماه میگذره. انتخاباتی که اگرچه نتیجه اولیه آن با صدر نشینی مقتدی صدر و حزب مطبوعش از سائرون حکایت از کمرنگ شدن نفوذ تهران در سرزمین همسایه داشت، حالا اما با نهایی شدن چینش مهره‌های کلیدی دولت بغداد به نظر میرسه ورق به نفع تهران برگشته. با همه فراز و نشیب‌ها، ماه گذشته عادل عبدالمهدی بر مسند نخست وزیری عراق می‌نشیند. سازوکار این سیاستمدار شیعه خلف حیدر العبادی در طی این 1 ماه هم به روشنی خبر از نقش جمهوری اسلامی در تدوین دکترین جدید عراق می‌دهد. عبدالمهدی در گام بعدی فالح الفیاض را به عنوان مشاور امنیت ملی دولت عراق و فرمانده نیروهای 8 شعبی انتخاب می‌کند. فردی که پیشتر و بنا به دستور حیدر العبادی نخست وزیر وقت به دلیل تمایلات حزبی و سیاسیش در مغایرت با قانون اساسی عراق از سمت مشاور امنیت کنار گذاشته شده. او حالا فرمانده 8 شعبی هم هست. شبه نظامیان تحت حمایت تهران که به گفته مقامهای بغداد سعی دارند تا همان الگوی بسیج جمهوری اسلامی را در عراق پیاده سازی کنند. این گروه در طی جنگ با داعشیان به عنوان بازوی کمکی تأثیرگذار نظامیان دولت مرکزی عراق شناخته شده بودند. اما پس از آن عمل کردشان به عنوان اهرام نظامی تهران هماره مورد مناقشه جامعه بین الملل بود. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و در تملک 8 شعبی و سپاه بدر، گروه نظامی دیگر نزدیک به سپاه پاسداران که در ردیف دوم انتخابات ماه می عراق جای داشتند و به دلیل مداخله‌گری تهران در امور داخلی بغداد هدف انتقادات شدید مردم و دیگر جبهه‌های حاضر در میدان جدال بودند، حالا به نظر می‌رسد این گروه هم در سایه این تغییرات بار دیگر قدرت مانور پیدا کند. از سوی دیگر عادل المهدی روز گذشته گفت که هیئتی به واشنگتن اعزام کرده تا برای مافیاهای بغداد در تحریم‌ها علیه تهران رایزنی کند. آمریکا مهلت 45 روزه به عراق داده تا برای واردات گاز خود از ایران جایگزین دیگری پیدا کند. مقامات مسئول بغداد اما می‌گویند که به 2 سال زمان برای این جایگزینی نیاز دارند. به هر روی منفعت اقتصادی سیاسی عراق با همسایه خود گره خورده، بلخص در حوزه نفت و انرژی. آن زمان که اقلیم کردستان عراق اعلام به برپایی همه پرسی برای استقلال کرد، دفاع تمام و کمال نظامی سیاسی تهران از دولت مرکزی سبب شد که بغداد تمامیت ارضی و البته نفت کرکوک را توامان حفظ کند. برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر اقلیم کردستان و پیروزی حزب حاکم دموکرات کردستان نشان داد که این خطه پس از 1 سال تنش در چارچوب قوانین دولت مرکزی قدم برمی‌داره. با آنکه ترکیب کابینه جدید عراق هنوز تکمیل نشده و المهدی هم اذعان می‌کنه که دولتی با تمرکز به حل مشکلات و کمتر تکیه به احزاب رو در دست داره، با این حال اعتراض‌های مردم در بصره از واقعیت دیگری پرده برمی‌داره. این مردم جنگ زده از فقر، بیکاری و نبود مدیریت کارآمد درمانده شدند. آنها خواهان دولت مردانی دلسوز هستند، فارغ از آن که به کدام جناح یا گروه وابسته باشد. رهبرانی که حل بحران معیشت و اوضاع نامساعد فعلی را در دستور کار خود قرار دهند. فیروزه جابانی، اتاق خبر.